به نام نور و عشق، درود به شما عزیزان، به ویژه علاقمندان به ادبیات عرفانی. امروز در این ویدیو قصد دارم سفری را آغاز بکنم به دل یکی از شگفت‌انگیزترین و حتی شاید زیباترین آثار ادب عرفانی، غزل شماره 1400 از دیوان شمس، اثر بیمرز مولانا جلال الدین بلخی. اگه بخوام دلیلش رو بیان بکنم که چرا این غزل رو انتخاب کردم برای تحلیل، نمیخوام از این جنبه بهش بپردازم که یک شاهکار ادبی است، چون همونطور که میدونید قبلا هم در رابطه با دیوان شمس یعنی دیوان کبیر صحبت کردم که خب غزلیاتی که شما از زبان مولانا در دیوان شمس میبینید غزلیات عجیب و غریبی هستند، یعنی حال و احوال ویژه‌ای داشته مولانا در حین سرودن این غزلیات، قوافی جدید میبینید، کلمات جدید، حتی افعال جدید میبینید که تولید شده در این دیوان، و این به شما نشون میده که حال و احوال او ویژه بوده و نمیخواد در لایه‌های متعدد صنایع ادبی حرفش رو در پرده بیان بکنه به شما که شما مجبور به تأمل و تأنی بشید. اساساً قصد مولانا به ویژه در حقیقت غزلیات اینچنین که در اوزان بزمی سروده شده این نیست که شما در هر بیت تأمل و تأنی به خرج بدید ببینید او چی میگه، نه، او میخواد شما رو در حال خودش شریک بکنه، برای همین در این اوزان سروده. حالا میپردازم که وزن بسیار جذابی داره این غزل و او نمیخواد شما درگیر تأمل و تأنی بشید مانند دیوان حافظ. شما هر بیتی رو که میخونید واقعا پس از اون باید به تأمل بپردازید که حافظ داره چی میگه، چون پر از ایهام و گوشه و کنایه است. دیوان شمس این گونه نیست، شما باید در امواج شناور بشید و خودتون رو بسپرید به دست این غزل تا هر کجا که باید شما رو ببره. بنابراین دلیل من برای انتخاب این غزل اینه که این غزل یک راهنمای کامل، جامع و شامل برای رسیدن به معرفت و عشق الهی است. از همین رو میتونه برای پیروان مکتب تصوف بسیار گیرا باشه این غزل و در اون مایه. سعی میکنم در تحلیل به شما نشون بدم که چگونه هر بیت از این غزل و حتی هر کلمه از این غزل حاوی اسراریه که میتونه زندگی پیروان نگاه مولانا رو، یعنی عارفان عاشق رو، به سوی آگاهی و شناخت عمیق‌تری از مفهوم وجود هدایت بکنه. سعیم متمرکز بر اینه که این ویدیو صرفاً یک تفسیر نباشه، بلکه بیانگر دعوتی باشه به تأمل، درک و تعمیق در ژرفای معانی عرفانی که مولانا برای پیروان تفکرش به ارث گذاشته. این غزل پر از مفاهیم غیر منتظره و عبارتهایی که بعیده در حال طبیعی بیانشون بکنیم. اساساً گفتار و رفتاری رو شاهد خواهید بود در این غزل که از آدم عاشق سر میزنه. فرقی هم نمی کنه این عشق زمینی باشه یا آسمانی باشه، ماهیت عشق، ذات عشق این توانایی رو داره که باعث رفتار غیر منتظره از جانب عاشق بشه. عاشق حاضر همه چیزش رو به تاراج بذاره برای رضایت معشوق، کاری که فقط از عاشق برمیاد. عاشق حاضر جان فدا بکنه برای معشوق. اساساً میزان از خودگذشتگی عاشق در مسیر وصل معشوق برای فردی که عاشق نیست اصلا توجیه پذیر نیست، این میزان از خودگذشتگی. و عشق تنها قواییست، به جد عشق تنها قواییست که عقل معاشندیش رو، عقل مصلحت سنج رو، عقل عافیت جو رو در بند میکنه. حالا من چرا این مقدمه رو بیان میکنم؟ چون قبلا هم عرض کردم خدمتون، مولانا در دسته عرفای عاشق، خاطرتون اگر باشه در غزل 22 از دیوان حافظ در رابطه با دسته‌بندی عرفای اسلامی صحبت کردم مفصل، که اگر تماشا نفرمودید لینک اون غزل رو هم تقدیم حضورتون میکنم، حتما تماشا بفرمایید، مهم هست. اونجا استدلال آوردیم که چرا حافظ رو نمیشه عارف دونست و او مکتب خاص خودش یعنی رندی رو داره. راجع به دسته ها و رسته های مختلف عرفان اسلامی صحبت کردیم و عرض کردم که دوران عرفان عاشقانه از بوسعید ابوالخیر شروع میشه و خب مولانا ساکن یکی از قلل رشته کوه عرفان عاشقانه است. بنابراین این عشق به معشوق، این که او خالق و معشوق کل رو در قامتی میبینه که میتونه بهش عشق بورزه، باعث این رفتار غیر طبیعی از جانب مولانا خواهد شد. شما به وضوح رابطه عاشقانه مولانا با خدا رو مشاهده میکنید در این غزل و به همین دلیل در رابطه با رفتار واژگون عاشق در ابتدا من چند جمله رو در مقدمه بیان کردم، چون خدا برای مولانا در قامت یک معشوقه و مولانا در پی شکستن هر حصاری است که مانع میشه او به معشوق برسه.
اونجا عرض کردن در اون غزل خدمت شما که نگاه به عنوان مثال محمد غزالی با نگاه بوسعید ابوالخیر، با نگاه منصور حلاج، با نگاه در حقیقت مولانا نسبت به خدا کاملا متفاوته. هر دو در دسته عرفا اسلامی هستن، اما یکی عارف خائفه و معتقده که اصلا او یک هیبتی داره که شما باید در بیم باشی از او، همیشه در ترس و لرز باشی، باید بندگی بکنی فقط صرفا. اما خب عارف عاشق مثل مولانا معتقده که نه، او یک معشوق، باید جان سپرد براش و باید باش حتی معاشقه کرد. بنابراین او میخواد حصار رو بشکنه، هر حصاری که باعث میشه او نتونه به معشوق برسه، که خب سخت ترین و سفت ترین این حصارها حصار تنه، روحی که به دنبال بازجستن روزگار وصل خیشه در بند این حصار تن مونده و مولانا حاضر این تن رو به آتش بکشه اما رها بشه. نمیخوام مقدمه این غزل رو خیلی طولانی بکنم و دوست دارم سریعتر به شرحش بپردازم، ولی این دقیقا همون نقطه عطف این غزله، یعنی موضوعی است که اگر شما در بیابیده شیفته این غزل میشید. اینکه او در حال جدال عجیب و غریب و عظیمی با نفس خودشه و حتی حاضر او رو به آتش بکشه تا روح رو از تن آزاد بکنه از این بند، و خب این باعث شده که غزل یک پارادوکس عجیب و غریب داشته باشه. چیه پارادوکس این غزل؟ غزل در یکی از اوزان بزمی سروده شده، اما در اون مایه غزل کاملا رزمی است. وزن بزمیه، طرب انگیزه، ممکنه باعث رقص و پایکوبی یا حتی سماع هم بشه، اما در اون مایه کاملا رزمی و حماسی است. رزم بین روح و تن عاشق در جای جای این غزل بزمی، مولانا رو میبینید که در رزم با تن خودش داره به در و دیوار میکوبه خودش رو. همینه که این غزل رو بسیار خواندنی کرده. بریم غزل رو بخونیم، پس از اون میپردازیم به شرح و تحلیلش. مولانا در غزل 1400 این گونه بزم گونه رزم میکنه: تیز دوم تیز دوم تا به سواران برسم، نیست شوم نیست شوم تا بر جانان برسم. خوش شده ام پاره آتش شده ام، خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم. خاک شوم تازه تو سرسبز شوم، آب شوم سجده کنان تا به گلستان برسم. چون که فتادم ز فلک ذره صفت لرزانم، ایمن و بی لرز شوم چون که به پایان برسم. چرخ بود جای شرف، خاک بود جای تلف، باز رهم زیند و خطر چون بر سلطان برسم. عالم این خاک و هوا گوهر کفر است و فنا، در دل کفر آمدم تا که به ایمان برسم. آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبت، شد رخ من سکه زر تا که به میزان برسم. رحمت حق آب بود جز که به پستی نرود، خاکی و مرحوم شوم تا بر رحمان برسم. هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا، من همگی درد شوم تا که به درمان برسم. بریم برگردیم غزل رو شرح میدیم. خب بریم بپردازیم به تحلیل این غزل جذاب، که بیت اول رو مولانا با تواضع جذابی شروع میکنه. عبارات عجیب و غریبن: تیز دوم تیز دوم تا به سواران برسم، نیست شوم تا بر جانان برسم. خب معمولا عاشق به سمت معشوق میخواد حرکت کنه، یا بالعکسش ترجیح میده لطافت رو در حقیقت رعایت بکنه، خرامان با ناز و عشوه حرکت بکنه. ولی خب مولانا این گونه نیست، میگه من میدوم، شما هم اگه از من میشنوید بدوید. چگونه میدوم؟ عادی هم نمیدوم، تیز میدوم. و خب تواضع رو اینجا به خرج میده. او با این مقامات و با این کرامات که طبقات و درجات معنویت رو یک به یک در نوردیده، خودش رو پیاده میدونه و دیگران رو سواره میدونه. سواران کیان؟ نماینده و اولیای الهی هستند، کسانی هستند که در مسیر عرفانی به مقامات بالاتر رسیدن، بر توسن سرکش معرفت در حال تاخت و تازند، شمس‌ها، حلاج‌ها، ابوالخیرها. و معتقده که من باید بدوم حالا حالا
تا به اونها برسم. و خب ویژگی این عشق که معشوقش معشوق کل و آسمانیست اینه که عاشق ناراحت نمیشه اگر معشوق عاشقان بسیاری داشته باشه و اتفاقا استقبال هم میکنه، سعی میکنه این آتشی که در او در گرفته رو درش بدمه، شعله ور بکنه و همه رو اسیر این عشق بکنه. کما این که میگه سوارانی به اون سمت در حال تاخت و تازن و من باید بدوم تا به این سواران برسم، که این نشان دهنده اشتیاق شدید مولانا برای پیشروی به سمت معشوق کل و رسیدن به سطوح عالی تری از شناخت و معرفت. مولانا بر مفهوم فنا و از خودگذشتگی اینجا تاکید مؤکد و ویژه‌ای داره. این نیست شوم، نیست شوم، نیست شوم تا بر جانان برسم یک پیش شرطه. نیست شوم اشاره به حالتی داره که عارف در اون خودش رو از وجود مادی و خواستهای نفسانی خالی میکنه تا بر جانان یعنی خداوند یا محبوب الهی برسه دیگه. این حالت نیستی بنابراین شرط لازم برای وصل و رسیدن به مقامات روحانی بالاتره، به غیر از این توانش رو نخواهید داشت. بنابراین مولانا در آغاز این غزل یک چارچوب برای فهم مسیر عرفانی و ضرورتهاش ترسیم میکنه: شتاب در مسیر، فنای در خود و نهایتاً وصال با محبوب. منصور حلاج میگفت وقتی که بر دار بود بهش میگفتن تو داری میگی انالحق و این شرکه، تو داری شرک میورزی، تو خودت رو خدا میدونی. میگفت نه، شرک چیزیست که شما میورزید، چگونه خودتون رو از او جدا میدونید؟ این دوتایی از کجا اومده؟ من اصلا محلی از اعراب برای مفهوم خود قائل نیستم، من با او پیوستم و بنابراین گلایه‌ای هم نداشت از اونهایی که داشتن او رو سنگ می‌زدند و معتقد بود که خدا به اونها هم اجر خواهد داد، چون هنوز به این مقطع نرسیدند که این جدایی رو کنار بزنن و درک بکنن که تمام اونها روحشون با معشوق کل پیوند داره. حتی اگر متوجهش نشن خود مولانا میگه همه عمر خار باشد چو بر دو یار باشد، هله تا تو رو نیاری سوی پشت داره دیگر. بنابراین شما باید در این مسیر خودت رو به فنا برسونی، خودت رو به نیستی بکشی که پیش شرط لازم رو پیدا بکنی، از خودت بگذری تا بتونی پیوند پیدا بکنی با معشوق کل. در بیت دوم کم کم شور و شعف رو در مولانا پدیدار میبینید. میگه خوش شده ام، خوش شده ام، پاره آتش شده ام، خانه بسوزم بروم، کجا برم؟ تا به بیابان برسم. این همون رفتار پارادوکسیکال یک عاشقه، از عاشق فقط سر میزنه. ولی آدم عادی، آدمی که عقل مصلحت اندیش و عافیت جو داره، هیچ موقع حاضر نیست آسایش خودش رو به خطر بندازه، اما اون کار رو میکنه و ازش خوش هم خواهد شد. خودش رو به فنا کشیده و میگه از این حالت تازه دارم خوش میشم، خوش شده ام، خوش شده ام، پاره آتش شدم. تبدیل به یک آتش پاره شده. دقت کردید شما وقتی میخواید جایی رو با آتش بکشید، چیزی رو با آتش بکشید، نیاز به یک احتراقی داره در ابتدا دیگه، یک ماده آتش زنه حتما باید روشن بکنید. و خب آتش ضد خودترین عنصر هست، یعنی چیزی که آتش سوزی باهاش شروع میشه، به هر حال از یک نقطه شروع میشه، از یک شی، از یک جسمی شروع میشه این آتش سوزی، اون جسم از همه بیشتر میسوزه. و خب این آتش رو تسری هم میده به اطراف خودش، اما خودش زودتر از همه خاکستر میشه. این بیت بیانگر حالت شور و شادی عارف در مسیر سلوک دیگه. این آتش پاره شدن، پاره آتش شدن، نمادی از تبدیل و تغییر. آتش همه چیز رو میسوزونه و پالایش میکنه دیگه. و حالا میرسیم جلو بش. از چهار عنصر اربعه، از عناصر اربعه استفاده میکنیم. میگه از هر مسیر برید چشم دلتون باز باشه و معشوق کل خواهید رسید. یکیش اینجا آتشه، هر چه باشه رو میسوزونه، خاکستر میکنه و به خاک نزدیک میکنه، به سجده نزدیک میکنه. میگذریم بهش میپردازم. میگه این آتش همه چیز رو میسوزونه، پالایش میکنه، بنابراین نمادی از عشق و شور درونی است که عارف با سوزاندن خودش رو به رهایی از وابستگی های دنیوی وادار میکنه. این حالت خوش شدن بیانگر اینه که این تحول و فنا در عشق در انتها منجر به شادی و رضایت درونی میشه، شادی که از آگاهی به حقیقت و نزدیکی به محبوب سرچشمه میگیره دیگه. این خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم بسیار جذابه، این رفتار معکوس رو نشون میده. خانه نمادی از وجود مادی ما میتونه باشه در این بیت. خواست‌ها و تعلقات دنیویمون خانه است، چون خانه محل آسایش هست برای ما دیگه. در نظر داشته باشید که آسایش با آرامش تفاوت داره. شما آسایش رو میتونید خریداری بکنید، آرامش رو نه. شما میتونید تخت رو بخرید، شما نمیتونید خواب رو بخرید.
بنابراین آسایش فراهم شدنی است، اما آرامش به این سادگی ها به دست نمیاد. بنابراین اینجا این خانه نمادی از وجود مادی ما، خاصا و تعلقات دنیویمون یا آسایشمونه. مولانا از تصویر سوزوندن این خونه برای نشون دادن آمادگی برای قطع کامل پیوندهای مادیش و حرکت به سوی بیابان استفاده میکنه، جایی که فضا برای تنهایی، تأمل و ملاقات عمیق‌تر با خداوند فراهم میاد دیگه. بیابان به دور از پریشانی است، وسوسه دنیوی درش نمیبینید، مکانی است برای تزکیه نفس. چرا؟ چون تا چشم شما کار میکنه هیچی نیست، حتی کوه هم نیست. برای همین از لفظ بیابان استفاده میکنه. در بیابان هیچ نیست و شما برای اینکه بتونید این پیوند رو برقرار بکنید نیاز به تأمل و تأنی دارید و باید بتونید آسایشتون رو کنار بذارید. باید خانه رو بسوزانید، به سمت بیابان برید. رفتار برعکس آدمی که عقل مصلحت اندیش و عافیت جو داره که از بیابان دلش میخواد به سمت خانه روانه بشه، مولانا این گونه نیست و برعکس عمل میکنه. خودش رو کاملا به آتش عشق میسپاره، نیازمند گذر از دنیای مادی و تعلقاتش میدونه خودش رو و تأکید میکنه که این مسیر هر چند هم که دشوار باشه، یعنی حتی اگر پیش شرطش به آتش کشیدن خانه باشه و نیازهای مادی و نفسانی شما، تهش منجر به یک رضایت عمیق و شادی عمیق میشه که فقط در نزدیکی با محبوب و معشوق کل یافتش میکنید. در بیت سوم ادامه میده و به دو عنصر دیگه از عناصر اربعه هم اشاره میکنه که از این مسیر هم شما برید باز هم به معشوق کل میرسید. خاک شوم، خاک شوم تازه تو سرسبز شوم، آب شوم سجده کنن تا به گلستان برسم. این خاک شوم در حقیقت در این مصرع بر مفهوم تواضع و فروتنی تاکید داره. دقت بکنید، او میگه دانه‌ای در من نهفته است که برای سرسبز شدن باید در خاک کاشته بشه. یعنی من سر به پایین، سر در گریبان خواهم داشت، خودم رو به خاک نزدیک میکنم، اما نتیجه نزدیک شدن به این خاک سرسبز شدن و برآمدن از خاک است. من مسیرم مسیر سجده و به سمت پایینه، اما نتیجه این حرکت سرسبزی است و اون گیاهی که از خاک سر برمیاره همیشه رو به آسمان است. بنابراین میگه خاک شوم، اشاره به حالتی داره که در اون عارف خودش رو کاملا خالی و آماده برای پذیرش فیض الهی میکنه دیگه. خاک به عنوان بستری برای رشد و نمو، نمادی از زمین سازی برای تحول معنوی و روحانی است. سرسبز شوم هم نتیجه این تواضع و سردرگریبان داشتنه، نتیجهش میشه سرسبز شدن، جایی که عارف از تعلیم و هدایت الهی رشد میکنه و به حالتی از تعالی و شکوفایی میرسه که دیگه سر بر آسمان خواهد سایید. آب شوم سجده کنان تا به گلستان برسم. بنابراین خاک شدن هم دومین عنصر اربعه هم شما رو به همین نقطه میرسونه. آب هم در حال سجده است. چرا؟ دقت بکنید، آب همیشه رو به پایین حرکت میکنه، آب شیب رو پیدا میکنه و روی هم میغلطه و حالت سجده داره دیگه. آب شبم هم به تسلیم کامل و جریان یافتن در مسیر الهی اشاره میکنه. شما در مسیر قرار بگیرید، مانند آب اگر سجده کنان حرکت بکنید، سر به زیر و رو به پایین، مسیر الهی مسیر شما رو هنوار خواهد کرد. و سجده کنان بیانگر عبادت و بندگی مدام دیگه. آب به عنوان یک عنصر پاک و زلال و زنده کننده، نمادی از پاکی و نوزایی است و خب رسیدن به گلستان داره میگه من اگر خاک بشم از تو سرسبز میشم، چون این دانه نهفته در من در تواضع و خاک شدن رشد میکنه و سر به آسمان خواهد سایید. آب هم اگر بشم غلطان سجده کنان به سمت پایین حرکت بکنم، نتیجه این هم رسیدن به گلستانه که باقی از گلها و نمادی از بهشت و وصال الهی است. نتیجه این سفر روحانی با تواضع، تسلیم و عبادت همراهه. دقت اگه بکنید، مولانا در این به تحول روحانی رو به تصویر میکشه، از خودگذشتگی و تواضع شروع میشه، به رشد و شکوفایی و قرب الهی منجر میشه. در بیت چهارم ادامه میده، چون فتادم ز فلک ذره صفت لرزانم، کجا ایمن میشم؟ ایمن و بیلرز شوم چون که به پایان برسم. این بیت اشاره به تجربه سقوط یا حتی فروتنی میتونه داشته باشه، جایی که عارف میتونه این احساس رو داشته باشه که از مقامی بالا به حالت پایین تری فرود اومده.
من مرغ لاهوتی بودم، دیدی که ناسوتی شدم، دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم. اصلا من افلاکی بودم، جایگاه من اینجا نبوده. بنابراین به همین دلیل در این حالت نازلی که بهش دچار شدم ذره صفت لرزانم، از فلک افتادم پایین. میتونه تجربه‌ای هم باشه که در اون عارف از حالتی از غرور و خودبینی به حالتی از شناخت ضعف و نیاز به هدایت الهی رسیده. یعنی این حالت از احساس کوچکی و تواضع زمینه ساز فهم عمیق‌تری از جایگاه انسان در کل هستی و نیازش به رحمت الهی شده. یعنی نیاز به رحمت او داره. بگذاریم. مانند یک قطره آب میمونه، مانند یک قطره شبنم روی گل میمونه. وقتی که دچار کثرتن این قطرات و از هم جدا هستن، ممکنه کمی شدت آفتاب و تابشش بر اونها زیاد بشه، بخار بشن و ذره صفت پر از کثرت لرزانن و نوسان دارن، چون ایمن خودشون رو پیدا نمی کنن یا خب خودشون رو مفرد و جدا می دونن. اما این قطرات آب، قطرات باران، وقتی در یک رود جمع میشن و در انتها به پایان به دریا میرسن، اگه ازشون بپرسی شما چی هستی، نمیگه من قطرم، میگه من دریام، چون دیگه ایمن و بیلرز شده، به اون وحدت وجود رسیده. ایمن و بیلرز شوم چون که به پایان برسم. این مصرع نشانگر همین موضوع. مولانا به حالتی از اطمینان و آرامش اشاره میکنه که با رسیدن به عالم الوهیت برای شما رخ میده. ایمن و بیلرز بودن صرفاً رسیدن به مقصد نیست، حاصل شناخت و شاید در انتها وصال نهایی با محبوبه. شما اگر به شناخت هم برسید، این حالت نهایی جاییه که عارف دیگه از سقوط ها و نوسان های روحی نمیترسه. در این حال اگر به این شناخت هم برسید، حتی به مقصد هم نرسیده باشید، در مسیر سلوک به آرامش و امنیت روانی هم دست پیدا خواهید کرد که این آرامش نتیجه رضایت کامل و تسلیم کامل در برابر اراده الهی است. اینکه شما خاکسار باشید و نگاهتون به رحمت الهی باشه. بنابراین مولانا در این بیت اشاره به فراز و فرودهای مسیر سیر و سلوک میکنه. ممکنه شما در این مسیر درگیر فراز و نشیبهای فراوانی بشید، در جای جای اون خودتون رو ذره صفت لرزان ببینید به واسطه این کثرتی که رخ داده. اما اگر توکل و توسل داشته باشید به رحمت الهی و در این مسیر درست قدم بردارید، عارف میتونه در انتها به مقصدی برسه که خودش رو ایمن و بیلرز ببینه و اونجا پایان کاره. میرسیم به بیت پنجم که به عقیده من زیباترین بیت این غزل هست، چون اشاره به چلنج و چالش دائمی در وجود انسان هم میکنه. البته انسانی که میل به مسیر معنوی هم داره. چرخ بود جای شرف، خاک بود جای تلف، باز رهم زیند و خطر چون بر سلطان میرسم. خب چرخ بود جای شرف، ممکنه شما ببینید که مولانا داره از شرف و تلف صحبت میکنه، بنابراین یک صفت مثبت هست و یک صفت منفی. چرا هر دوش رو خطر میدونه؟ این بیت به تضاد بین آسمان، چرخ و زمین، خاک اشاره میکنه. چرخ رو به عنوان جایگاه شرف و حتی میتونید معنویت بدونید. خاک به عنوان مکانی برای تلف شدن و نابودی تصویر شده. حتی از لفظ مرگ هم استفاده نمیکنه، از لفظ تلف استفاده میکنه، این ضایع شدن، که اصلا خاک جای تلفه. میتونید اینگونه بررسی بکنید این بیت رو که شما در خاک هستید که تلف بشید تا به چرخ یا به فلک یا افلاک برسید که جای شرف هست. مولانا از این تصاویر برای نمایش دو جنبه از وجود انسان ممکن استفاده کرده باشه. جنبه روحی و معنوی که به دنبال شرافت و بلندی، جنبه مادی که مستعد زوال و نابودی. اما گونه جذابتری میشه این مصرع رو دید. چرخ بود جای شرف، خاک بود جای تلف. خب تکلیف خاک که مشخص، اصلا گوی قد و قامت این بدن و این کالبد مادی و نفسانی شما برای همین خاک انگار، با همین درخواستای مادی و نفسانی اگر این گونه بخواید زندگی بکنید، حتی به مرگ هم دوچار نیستید. تلف خواهید شد، ضایع خواهید شد و اساساً برای همین هم معتقده که این تن و نیازهاش باید دربند این خاک بشه. چرخ بود جای شرف. در تحلیل جذابتر این گونه میتونید نگاش بکنید که شما اگر میخواید سر بر آسمان و سر بر افلاک بسایید،
باید زدخواه باشید. شما باید با نجابت سر در گریبان فرو ببرید و خاک خواه باشید. شما باید بخواید به خاک برسید تا این دانه در خاک رشد بکنه، سر به افلاک بسایه. اگر شما خودخواسته دنبال ننگ و نام باشید، دنبال شرفی از این قسم باشید، این چرخ که جای شرف هست هم برای شما خطرناک خواهد. من رو یاد غزل بسیار جذاب شماره 1085 دیوان شمس میندازه. یه غزل عجیب و غریب هست. اون غزل به نظر من شاید یکی از فرازهای در حقیقت دیوان شمس باشه. اونجا داره میگه همه نقدها شمردی به وکیل در سپردی، بشنو از این محاسب عدد و شمار دیگر. این گونه نیست، اگر تو بخوای دو دو تا چهار تا بکنی، بله دو دو تات میشه چهار تا، ولی من اگر بخوام ممکنه این دو دو تا بشه صفر، ممکنه این دو دو تا بشه صد. نقدها رو شمردی به وکیل هم در سپردی، اگر درگیر این دنیای خاکی هستی که جای تلف هست و درگیر درخواستهای نفسانیت هستی، خب باشه یه بار هم بیا با شمارش من عمل بکن، یه بار هم به شمارش من توجه بکن. مسیری هست که شمارشش درگیر رحمت الهی است و ممکنه دو دو تای تو، اگر تو دو دو تا چهار تا نکنی، دو دو تا تو من 100 تا بکنم. و خب اشاره به این موضوع میکنه که درخواستهای نفسانیت که این گونه است، اما اگر دنبال ننگ و نام هم باشی، دنبال شرفی از این قسم هم باشی، مانند روسپی هستی. تو به مرگ و زندگانی حواست باید باشه، هله تا جزو ندانی، نه چو روسپی که هر شب کشد او به یار دیگر. اون ننگ و نام و اون مقام و منزلت و جاه و جلال هم از تو یک روسپی میسازه که بنده اون ننگ و نام خواهی شد. حالا چه بنده اون نوع شرف بشی، چه بنده این درخواستای نفسانیت بشی که در نهایت منجر به تلف تو خواهد شد. بنابراین هله تا جزو ندانی، تفاوتی نمی کنه، هر دو اینها خطر هستن. چرخ بود جای شرف، خاک بود جای تلف، من هیچ کدومشون رو نمیخوام. چون در انتها اگر من دنبال درخواست نفسانی باشم یا من به دنبال ننگ و نام باشم، این دوتا رو بذار کنار، من دنبالشم، باز کماکان من محل اعراب پیدا میکنه. من میخوام این من رو در بند بکنم، باز رهم زیند و خطر چون بر سلطان برسم. این مصرع بیانگر رهایی از هر دو خطر یاد شده است. عارف به سلطان یعنی خداوند که میرسه، این سلطان در معنای سلطه‌ور هست دیگه. رسیدن به سلطان نمادی از وصال با محبوب و فائق اومدن بر محدودیت ها و خطرات هر دو جنبه مادی و معنوی زندگی است، چه درگیر تلف خاک باشید، چه درگیر شرف خودخواسته در حقیقت افلاک باشید. این مصرع تاکید میکنه که با رسیدن به مرحله وصال با خدا، عارف میتونه از محدودیت ها و حتی تضادهای وجودیش عبور بکنه و به حالتی از آرامش درونی دسترسی پیدا بکنه که دیگه نه دیگه ترسی از زوال ماده داره، نه ترسی از زوال تن داره، به آتش میکشه اون رو، نه نگرانی از دست دادن جایگاه و ننگ و نام و شرف افلاکیش داره، نگرانی معنوی هم نداره. او به وصال رسیده با معشوق کل، با خالق کل، بنابراین دیگه خودش رو از او جدا نمیدونه که به دنبال چیزی باشه. در بیت ششم ادامه میده، میگه عالم این خاک و هوا گوهر کفر است و فنا، من همینجا میخوام بهش برسم، در دل کفر آمده ام تا که به ایمان برسم. بسیار بیت جذابی است. مولانا دنیای مادی رو اینجا با ویژگی های کفر و فنا بیان میکنه، ولی دقت بکنید که پشت این دو کلمه گوهر رو استفاده میکنه. عالم این خاک و هوا گوهر کفر است و فنا، علی‌رغم این که به عنصر چهارم هم از عناصر اربعه یعنی هوا یا همون باد هم اینجا اشاره میکنه که از این مسیر هم برید، چشم دلتون اگر بینا باشه، باز هم به معشوق کل، به عالم الوهیت خواهید رسید. حالا اینجا دقیق‌تر بازش میکنه. عالم این خاک و هوا، این جهان مادی، گوهر کفر است و فنا. چرا بینیم میگه گوهر؟ گوهر فنا رو که شناسایی کردیم در بیت اول، که من باید نیست شوم، نیست شوم تا بر جانان برسم دیگه. کفر و فنا میتونه بیانگر فقط اهداف و ارزش‌های دنیوی باشه که نهایتاً میتونه به بی‌معنایی و دور شدن از حقیقت بیانجامه، کفر و فنا، اما گوهر بیانشون میکنه. شاید زمانی لازم باشه راجع به مفهوم ایمان، اصلا ایمان و کفر از منظر مولانا صحبت بکنیم، چون او کفر رو آنگونه که در شریعت بد میدوننش بد نمیدونه. البته خب
تصورات و تفکرات مولانا در دیوان شمس با مثنوی معنوی یه مقداری منافات داره یه سری جاها، چون در مثنوی شما مولانا رو در قامت یک مدرس میبینید که خب به شریعت هم رجوع میکنه، اما در دیوان شمس، جذابیت دیوان شمس از همین جهته برای من و احتمالاً برای شما که او در این قید و بندها نیست، یعنی مدرسی فکر نمیکنه ماجرا و خودش رو بیرون ریخته. بنابراین شاید روزی راجع به مفهوم کفر و ایمان از منظر مولانا صحبت کردیم. اما اگر میگه گوهر، شما اگر به این گوهر دسترسی پیدا بکنید که بتونید این جسم مادی رو به فنا بکشید، عملا به گوهر فنا دسترسی پیدا کردید. و کفر رو چرا گوهر میدونه؟ چون در دل کفر میخواد به ایمان برسه. کفر در معنای حقیقت پوشی هست دیگه. واقعیت اینه که حقیقت ممکنه با واقعیت در منافات باشه، ممکنه در بسیاری از مواقع حقیقت در پرده راز پوشیده باشه. شما کجا شروع میکنید به شناسایی حقیقت؟ جایی که کفر بورزید، یعنی جایی که شک و کفر در شما شروع بشه. مولانا از این منظر کفر رو هم با پیشوند گوهر ممکنه بیان میکنه، چون معتقده که شما باید شک بورزید تا به حقیقت دسترسی پیدا بکنید، حقیقت رو از داخل پرده رازگونش بیرون بکشید. در دل کفر آمده ام تا که به ایمان برسم. موسی از کجا زاییده میشه؟ در دل فرعون زاییده میشه. فرعونی باید باشه که موسی از توش بیرون بیاد. این بیت نشون دهنده مسیر عرفانیه که گاهی اوقات عارف باید از میان شک و کفر عبور بکنه تا به ایمان واقعی برسه. مولانا داره بیان میکنه حتی در دل تجربیات و دوره هایی که به نظر میرسه شما از حقیقت دور هستید، میتونید یک راه به سوی ایمان و شناخت عمیق‌تر از خدا و عالم الوهیتش پیدا بکنید. بنابراین این بیت تاکید میکنه که تجربیات سخت و چالش برانگیز میتونن زمین ساز رشد و تعمیق ایمان باشن. اینه که من ابتدا اشاره کردم که این غزل کاملا رزمیست و مولانا متخصص این گونه رزم درونه، حتی اگر بیانش بزمی باشه. جایی در غزلی میگه یوسف خوشنام ما، خوش میروی بر بام ما. شما در هیچ غزل دیگری، در شعرهای دیگری همچین مفهومی رو پیدا نمی کنید. ممکنه او رو از ته چاه در آورده باشن و معتقد باشن از ته همین چاه به سلطنت رسید و عزیز مصر شد، اما کسی یوسف رو از ته چاه بر بام ننشونده. این یک نوع حماسه است، اینکه اون معتقده در دل ناگواری او رو بر بام خواهد نشاند و او رو در جایگاه حقیقیش پیدا خواهد کرد. حتی اگر در چاه باشه بر بام ما خوش خواهد رفت، چون در دل این ناگواری مسیری به سمت معشوق گل پیدا خواهد کرد. در بیت هفتم اشاره میکنه به شناخت خودش از توانایی و نقصان و ضعف خودش. آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبد، بنابراین شد رخ من سکه زر تا که به میزان برسم. آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبه. در این بیت مولانا داره به خداوند به عنوان شه موزون جهان نگاه میکنه و اشاره میکنه. نشان دهنده نظم و هماهنگی است که او در کل هستی برقرار کرده دیگه. شه موزون جهان هست، همه چیز رو در تعادل نگه داشته، بنابراین عاشق موزون هم میخواد. عاشق موزون اشاره به این داره که خداوند عاشقی رو طلب میکنه که در هماهنگی با این قوانین و نظم الهی باشه. این بر اهمیت تناسب و هماهنگی در مسیر عرفانی تاکید داره دیگه. نشون میده که رسیدن به وصال نهایی نیازمند تطابق و همراهی با نظم معنوی است. این نظم معنوی چیست؟ عاشق موزون کیست؟ عاشق موزون کسی است که خودش رو در نظر نگیره، رخ زرد باشه از دوری، مکان و قالب خودش رو بشناسه، نقص خودش و نقصان خودش رو بشناسه، جایگاهش رو بدونه. جایگاهش رو بدونه یعنی به این نقطه رسیده باشه که اصلا او جایگاهی نداره در این نظم عریض و طویل و متعادل، یک ذره بیشتر نیست. بنابراین اینه که ذره صفت لرزانه. به همین دلیله که میگه من از فلک که افتادم ذره صفت لرزانم، زمانی ایمن و بیلرز میشم که به پایان برسم، دوباره من به وصال همون معشوقی برسم که از کنارش جدا شدم، بازجویم روزگار وصل خیش دیگه. بنابراین رخ من باید سکه زر بشه تا که به میزان برسم. این میزان یعنی به تعادل رسیدن.
جایگاه او اینه که معشوق کله و من عاشق باید رخ زرد باشم از دوری او. میزان من و تعادل من اینه که من به این نقطه برسم، رخ من مانند سکه زر زرد بشه از دوری او. بنابراین رخ من سکه زر شدن میتونه به تسویه و ارزشمند شدن و پالایش روح اشاره بکنه، اما وقتی شرط لازم برای به میزان رسیدن بیان میشه، یعنی به تعادل رسیدن، در جایگاه قرار گرفتن، دیگه نشان دهنده اینه که من باید روحم رو پالایش بکنم که به سکه زر تبدیل بشم، مثل من تبدیل به زر بشه. اما جنبه دیگر این رخ زرد شدن منه که من باید بینوا باشم در مقابل معشوق کل. اصلا جایگاه عاشقینه که خودش رو در نظر نگیره و به واسطه در نظر نگرفتن خودش اگر روی زرد هم شد در اثر دوری از معشوق، این روی زرد میتونه بدل به سکه زر بشه. من این مفهوم رو به زیبایی در شعر سعدی هم در غزلیات سعدی جستجو کردم، جایی میگه من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت، که اول نظر به دیدن او دیده ور شدم. اصلا این دوری از او باعث شده که من مثلم تبدیل به زر بشه، هم ارزشمند شدم، هم به پالایش رسیدم، هم دوری از او رخ من رو زرد کرده. گویند روی سرخ تو زدی چه زرد کرد، اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم. در بیت هشتم ادامه میده رحمت حق آب بود جز که به پستی نرود، خاکی و مرحوم شوم تا بر رحمان برسم. مثلا مسیرش اینه. در این بیت مولانا رحمت خدا رو با آب مقایسه میکنه. مقایسه بسیار جذابی هم هست، چون عنصریست که همواره به سمت پست‌ترین نقاط در سراشیبی جریان پیدا میکنه. دیگه این تشبیه از اینجا جذابه که نشون دهنده طبیعت بخشنده و فراگیر رحمت الهیست که بدون تبعیض میباره و به همه جا سرازیر میشه و اتفاقا به پست‌ترین و نیازمندترین اماکن و افراد خواهد رسید. پس این بیت تاکید میکنه رحمت خداوند مثل آبه و به کسانی میرسه که در پست‌ترین حالات قرار دارن و بیشترین نیاز رو به هدایت حس میکنن. بنابراین باید در این موقعیت قرار بگیریم که خودمون رو اونقدر خاکی بپنداریم که نیاز به این هدایت رو حس کنیم. پس خاکی و مرحوم شدم تا بر رحمان برسم. اینجا دوباره به تواضع و فروتنی تأکید مؤکد میکنه به عنوان شرط لازم برای رسیدن به رحمت و محبت الهی. خاکی بودن نشانه پذیرفتن وضعیت خود به عنوان یک موجود فانی است. بنابراین این مرحوم شدم اشاره به دریافت رحمت بیپایان خداوند داره دیگه. عارف باید با قبول فروتنی و پستی خودش، نه پستی، نه صرفا در این مقام که شما بخواید این صفت رو بد برداشت بکنید، باید جایگاه واقعی خودش رو در این نظم موزون شه موزون جهان این کائنات واقعا خودش رو باید ذره صفت ببینه، خودش رو فروتن ببینه که اصلا جایگاهی نداره در این خلق عریض و طویل، و با قبول این فروتنی و پستی خودش رو برای دریافت رحمت بی پایان خداوند آماده بکنه. این بیت بنابراین تأکید داره که تنها از طریق تواضع و شناخت فقر و نیازمندی خود به خداوند میشه به وصال و نزدیکی او دسترسی پیدا کرد. باید خاکی و مرحوم شد تا از این سیل جاری از رحمت خداوند بشه دریافتی داشت. و در بیت انتهایی یک پایان قدرتمند رو هم به رخ میکشه، هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا، بنابراین من همگی درد شوم تا که به درمان برسم. پیش شرط رو میگه و بعد نتیجه گیری میکنه. در بیت قبلی همین گونه بود، رحمت حق مانند آب جاریست، پس من باید برم در پست‌ترین نقاط، در پایین‌ترین نقاط به نیازمندی خودم نگاه کنم، جایگاه خودم رو بشناسم که اون پایینه، برم اون پایین تا به این رحمت برسم. اینجا هم میگه هیچ طبیبی ندهد بیمرضی حب و دوا، پس من همگی درد شوم تا که به درمان برسم. پزشکی بدون تشخیص بیماری داروی برای کسی تجویز نمی کنه. بنابراین این بیت نمادینه از اینکه برای رسیدن به شفا و درمان روحانی ابتدا باید آگاهی پیدا بکنید از درد و نیازمندی های روحی خودتون. مولانا از این تصویر برای بیان این مفهوم استفاده می کنه که شناخت نیاز و درد اولین قدم برای تحول و رسیدن به درمان و رشد معنویه.
اول شما باید شک بکنید، اول باید به شناختی از خودتون برسید، اول باید جایگاه حقیقی خودتون رو پیدا بکنید، این درد در شما ایجاد بشه که اون طبیب کل به شما درمانش رو اهدا بکنه. پس من همگی درد شوم تا که به درمان برسم. اینجا عارف اعلام آمادگی میکنه، اعلام میکنه که آماده است خودش رو به طور کامل در درد این عشق و در درد این فقر و نیازمندی غرق بکنه که از این طریق به درمان و شفا از جانب معشوق کل دسترسی پیدا بکنه. بیانگر اینه که عارف برای رسیدن به مرحله بالاتری از شناخت و وصال الهی حاضر تمام سختی ها، درد ها و چالش های روحانی رو هم تجربه بکنه. من همگی درد شوم نشانه تسلیم کامل هستی در برابر فرایند تسویه و پالایش روحی. باور داره که این درد و سختی ها وسیله ایست برای رسیدن به حالتی که بهش میگیم شفا. من بسیار یاد غزلی از حافظ میفتم وقتی این بیت رو میخونم. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. عیبی نداره، این رنج رو باید به جون خرید. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. اول باید به این درد برسی تا که طبیب عشق به شما درمان هم تجویز بکنه. در پایان شاید خلاصه این غزل عملاً یک سفری باشه به سوی کشف حقیقت‌های بیشتر درباره خود، جهان هستی و خداوند از نگاه مولانا. این سفر از نگاه او نیازمند ایمان هست، نیازمند تسلیم هست، تواضع نیاز داره، عشق نیاز داره و در هر قدم عارف رو به درک عمیق‌تری از معنای زندگی و نهایتاً به رضایت و آرامش درونی هدایت میکنه. امیدوارم که از تماشای تحلیل این غزل هم لذت برده باشید. من تمام تلاشم رو میکنم که من بعد به غزلیات دیوان شمس بیش از پیش بپردازم. میدونم طرفداران رو در کانال داره. خب عرض کردم در ابتدای پستم که منظومه های سنگینی رو در دست تحلیل و بررسی داریم که شاید واقعا 10 سال طول بکشه من شاهنامه رو به انتها برسونم و خب زمانی واقعا نمیمونه برای بقیه منظومه های شعری. و خب شاید مولانا رو شاعر دونستن یه مقدار اجحاف در حق او باشه. خب به هر حال او عارفی هست که بیان احوالاتش رو در غزل دیده، در غیر این صورت که خودش هم اشاره میکنه این مفتعلون مفتعلون هم یک بندی است که کشت مرا و دلش میخواد از این بند هم رها بشه، اما چاره ای نداره. بزمگون میتونه با ما اشتراک بذاره حال و احوالش رو و خب امیدوارم که در آینده نچندان دور وقت به من اجازه بده که به شکل منتخب غزلیاتی رو از دیوان شمس انتخاب بکنم و تقدیم شما بکنم. تحلیلش رو امیدوارم که بتونیم قدمی هم در عرصه معنویت برای پیروان مولانا برداشته باشیم. در پست بعدی هم میبینمتون. به سلامت.